کسانی که شرفیاب شد محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا ابوبغل کاتب. ابوبغل کاتب در زمان مستنصر مورد تعقیب خلیفه بود، خیلی خلیفه در مقام تعقیب بود، او رو پیدا کنه بکشدش. این بنده خودم فراری بود. در یکی از محلات بغداد که معروف به محله کرخه در اونجا مخفی شده بود. میگه یه شب خیلی دلم گرفت، شب جمعه بود، گفتم حرکت کنم بیام از بغداد کاظمین کنار قبر موسی بن جعفر. یه رفتم تو حرم موسی بن جعفر و به قدری اون شب باران زیاد آمده بود، تمام کوچه ها گل و شل و آب و نتیجتاً چون بارندگی زیاد بود اون شب جمعیت کم مشرف شده بود حرم مطهر موسی بن جعفر. میگه من تو حرم بودم، آخر شب این شیخ جعفر کلیددار پیرمرد آمد در حرم رو ببنده، این چارتایی هم که تو حرم بودن خواست بیرون کنه. گفت یه وقت به من رسید، گفت آه بیا برو بیرون، میخوام در حرم رو ببندم. گفتم آه جان بیده من این شب در میان حرم موسی بن جعفر باشم، یه دردی دارم، میخوام کنار قبر ای باب الحوائج در میون بگذارم، شاید خدا به احترام ای آقا درد منو درمان کنه. نمیداد، پافشاری کردم، به من اجازه داد. گفتم من که کاری ندارم، در تمام حرم رو ببند، کلیدشم بذار تو جیبت، برو. صبح که آمدی در رو وا کردی منو بید. اتفاقا گفت یه اتاق تو حرم بود، گوشه ی حرم یه اتاق شیخ جعفر بود، درها رو از تو میبست میرفت میخواد. گفت منم تو حرم ایرب خوابی در میان او اتاق. گفت یه ساعتی من همه دور کنار زری نشسته بودم و مشغول درد دل بودم، یه وقتم یه جوانکی خوش سیما از بالای سر اومد طرف من. گفت ابو بغل کاتب چته؟ گفتم آقا یه گرفتاری دارم، متوسل شدم. گفت چرا متوسل به امام زمانت نمیشی؟ یادم داد دو رکعت نماز خوندم. اون دو رکعت نماز رو وقتی من خوندم، گفت بعد از نماز همچی بخوان آدابی داره، رسومی داره، که من یه سال به مناسبت نیمه شعبان این دو رکعت نماز رو چاپ کردم 50,000 شماره و توزیع کردم و پخش کردم. بسیار نماز مؤثریست آقا، چیز عجیبی برای حوائج. امسالم تصمیم داشتم، نرسیدم، گرفتاریامون زیاد بود، نشد. لا اله الا الله اینو به من یاد داد و همینطور رفت طرف بالا سر. من مشغول نماز شدم، نمازم تموم شد، دعاهایی که گفته بود خوندم. یک وقت من متوجه شدم که خدایا این شیخ جعفر کلیددار که در حرم و بسته بود، این جوان از کجا اومد؟ آمدم دور حرم هر چه نگاه کردم کسی رو ندیدم. آمدم در اتاق شیخ جعفر کلیددار در زدم. پیرمرد بیدار شد، گفتم بابا شما در حرم رو وا کردی برای کسی؟ گفت نه. گفتم که این جوان پس کی بود؟ گفت کدام جوان؟ گفتم یه جوانی بود به این نشانه و این علامت. گفت این جوان خیلی از شبها میاد اینجا برای زیارت موسی بن جعفر و جواد الائمه. گفت اون کیه؟ گفت ای آقا پسر فاطمه ایه، حضرت مهدیه، حجت ابن الحسنه، دادرس شیعه، طبیب دردها. و خوشا به حالت اگر آقا به دستور داده نماز بخوان و اینجور کن، بدن خدا لطفی بهت کرده. گو هنوز هوا روشن نشده بود، برای که مأمورا مبادا منو ببینن بشناسن بگیرن،
راه دادم آمدم طرف بغداد و رفتم طرف اون محله کرخ و در اون مخفیگاه خودم مخفی شدم. لا اله الا الله. گفت یه خورده آفتاب برآمد، هوا روشن شد، کم کم هوا گرم شد. یه وقت آمدن دوستان من به من خبر دادن که مأموران خلیفه ریختن تو محله کرخ بغداد، خانه به خانه دارن تفتیش میکنن، دنبال تو میگردن. گفتم ای داد، دیشب معلوم میشه اینا فهمیدن دو، کاش ما دیشب بیرون نرفته بودیم. اگر خلیفه دست به من پیدا کنه حرفی نی منو میکشه. یه وقت مامورا رسیدن به یه خانه‌ای که من توش وقفی بودم، یه وقتم اومدن بالا و ما رو دستگیر کردن و بردن تو کاخ فعلو خلیفه بود. من دیگه قطع امیدم شده بود از زنده بودن. آقا تا چشم خلیفه به من افتاد، بلند شد منو بغل کرد، پهلوی خودش نشان، صدا زد ابو بغل کاتب. گفتم بله. گفت مگه ما به تو چی کرده بودیم که تو رفتی شکایت ما را به امام زمان کردی، گله ما را به ولی عهد کردی و اصلا منو خلاص کرد، قرار من تعقیب منو صادر کرد، نجاتم داد. آی شیعه ها، در هر کجا هستید اگر معتقد به امام زمانید، دست از امام زمانتون بر ندارید، چه در گرفتاری ها چه در راحتی ها. فراموش نکنید حضرت مهدی را سلام الله.